من حسب المعمول با بسم الله آغاز کنم و یه لطیفه‌ای هم از شکسپیر و هم از مولانا در باب نام و یاد خداوند ذکر کنم. لطیفه اول این است که عاشق رو خودش اسم نمیداره، اگرم اسمی داره اون اسم رو فراموش میکنه. اگر پرسیدن اسم تو چیه، مجنون نمیگه من قیس عامری هستم، من مجنونم. و باید به اسم، اگر که معنایی نداره، معنی بخشید و باید از اسمها عبور کرد و به مسما رسید. بعد اون مسما رو از نو اسم بذاره. شکسپیر گفته که یک گل سرخ، a rose with any other name would smell as sweet. با هر اسم دیگری هم همین عطر و رایحه و شیرینی رو داره. اسم کم جو، قول مولانا، رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. تأکید روی مسما به جای اسم خیلی مهمه، به خصوص در جوامعی که مبتلا شدند به صورتها، اسمها، عکسها، فرمها، و بعد اینها رو خالی از معنی، خالی از مفهوم، به قول شکسپیر insignificant، به کار میبرن. نکته دیگر این است که همونطور که اشاره کردم، عاشق برای این که به معشوق برسه باید اسم خودش رو انکار بکنه. اگر از جولیت که با رومیو صحبت میکنه، میگه که این اسم تو چه معنی داره، این رومیو چه بخش از وجود توه، چشمته، گوشته، این کجای وجود تو اسمش رومیوست، چه ارتباطی داره. Deny your name، این اسم تو انکار کن تا بتونی من رو، تمامی دل من رو و تمام وجود من رو تصاحب کنی، چون میدونید که یک کینه دیرینهی بوده سر همین اسم بوده. بسیاری از کینه های دیرینه هم سر واقعیت ها نیست، سر اسم هاست. جولیت گفتش که call me love، از این به بعد منو عشق صدا کن. This is my new baptism، یعنی غسل تعمید من اینه. سن کریستوفر که هیچ اسمی نداشته، اصلا پهلوانی بوده بدون اسم، منتظر بوده که روش اسم بذارن. ما بعد منتظر بمونیم که اسممون، ببینیم چی میشه بالاخره، این اسم ما چیه. این گفته بود که من میخوام خودم رو خرج بکنم برای قوی ترین پادشاه جهان. و همینطور از این پادشاه به اون پادشاه میره و میبینه اینا حکم ضعف دارن. اول از کت خدا شروع میکنه، میبینه کت خدا در مقابل پادشاه رنگ باخت. پیش فرعون میره، فرعون در مقابل شیطان، میبینن اونها از شیطان میترسن، میگه پس شیطان لابد زورش زیادتره که اینها از شیطان میترسن. رفت در خدمت شیطان یه مدتی، بعد دید شیطان از مسیح میترسه، وحشت میکنه، هیجان میکنه از مسیح. گفت پس مسیح بریم، مسیح کجاست؟ پیدا نمیکنه مسیح رو. سالها دنبال مسیح بوده. مسیح رو انسان در حین خدمت پیدا میکنه. هر کس که کمر بسته کار خوب میکنه، بود زنار بستن عقد خدمت. این یه مرتبه حضرت مسیح به او سلام میکنه، به دیدار او میاد. قدیسان در لحظه های خوب، در لحظه های متعالی، در لحظه های مهر و محبت به دیدار ما میان. این که ما میریم به زیارت اونها، اونها میان به زیارت ما. حضرت مسیح رو کجا پیدا کرد؟ موقعی که داشت پلی شکسته بود، مردم رو از این طرف رودخانه
دامن همت به کمر زده بود، میبرد اون طرف رودخانه. پادشاه رو با تختش بلند میکرد، خیلی نیرومند بود، زانوهای بلند، و کارگران رو با دستگاه‌های شخمشون، کشاورزان رو بلند میکرد، میذاش اون طرف رودخانه برمیگشت. دم غروب که دیگه خسته شده بود، یه بچه‌ای کوچکی خردسالی اومد گفتش که میشه که منم بذارین اون طرف رودخانه، سنگی نیست براتون اینا. گفت بچه جون مگه نمیبینه من تخت پادشاه رو میبرم با این همه سنگینه اینا؟ گفت حالا اگه میشه منم. گفت اینو گذاشتم روی دوشم و هر لحظه دیدم آنچنان سنگینه که مثل اینکه تمام دنیا رو گذاشتن رو دوشم. هر قدمی که برمیداشتم دو برابر میشد وزنش، تا بالاخره هی فکر کردم بندازم و برم، ولی ننداختم. رسوندم به اون طرف رودخانه و بچه رو گذاشتم زمین و افتادم در کنار ساحل نفس زنان. بعد گفتم بچه تو کی هستی؟ تو این که اینقدر سنگین؟ گفت من مسیحم. این مسیحه که اینقدر سنگینه که بارش رو نمی کشن، بار امانتی که او از عشق گذشته نمی کشن، رها میکنن و میرن. انا انزلنا علیک قولا ثقیلا، که در خطاب به پیغمبر شد که ما یه قول خیلی سنگینی برای تو فرستادیم. و اما من ثقلت موازینه، اونی که سنگین معیارها موازینش، اون هست که به بابا فی جنت عالیه. از این جهت امروز عشق رو انتخاب کردیم در موضوع مشترک بین مولانا و شکسپیر. البته خیلی ممکنه اعجاب بکنن که مولانا یه شخص، یه عارف، شاعر شوریده، مست لایعقل که چرخ میزده و شادی میکرده، این چه ارتباطی داره با شکسپیری که خیلی هوشیار عاقل بوده، در نمایشنامه گلوب مشغول نمایشنامه نوشتن بوده و با کمال دقت یکی یکی کاراکترها رو انتخاب میکرده، حرف در دهن اونها میذاشته. گفتن بعد از خدا هیچ کس به اندازه شکسپیر خلق نکرده، 1300 نفر آدم خلق کرده و 1300 جور حرف در دهن اینا گذاشته. و این واقعا شاهکار هنر تئاتر نویسیه که آدم این همه حرف رو چطور ممکنه با همه مناسب، یعنی هیچ کس نگفته که آقا این حرفا رو این نمیزنه. حتی در دهن جادوگرها یک کلماتی گذاشته که مثل اینکه 40 سال تو کار علوم خفیه و جادوگری بوده و این دیگی که گذاشته سر بار میدونسته که تو این دیگ چه چیزهایی باید بریزن تا این دیگ معجون شرارت عمل بیاد. مثلا اونجا غیر از امعا و احشاء نمیدونم ببر و بوزینه و نمیدونم فلان این حرفا و جغدی که مثلا در شب تاریک 30 بار مثلا عرق سرد کرده باشه و نمیدونم قورباغه‌ای که چنین کرده باشه، اینا رو هم برو. و جگر جهود کفرگو، که جهود باشه کفرگو هم باشه، جگر جهود کفرگو هم باید این تو بندازن. و انگشت بریده شده بچه مرده به دنیا آمده ای که زن روسبی از بالای کوه پرت کرده باشه پایین، یه انگشت اینم باید تو این چیز باشه. تمام شرارت ها رو شکسپیر جمع کرده به صورت رمز، تمام کارهای بدی که آدم ها میکنن اینا رو ریخته تو این دیگ تا یه معجون شرارت درست بکنه. یه همچین آدمی که البته شعر هم گفته ولی محور اصلی کارش نمایش هست، بعدن هم از یه فرهنگ دیگری با یک اندیشه های دیگری، این چه مناسبت ها و مشابهت هایی میتونه با شکسپیر داشته، با مولانا داشته باشه؟ جوابش نیست که اتفاقا این دو نفر خیلی خیلی به هم نزدیکن. تفاوت‌هاشون تفاوت‌های عارضیه، مشابهت‌هاشون مشابهت‌های جوهری، یعنی در جوهر معانی خیلی به هم شبیهن. اولش این که مولانا در مکتب افلاطونه. مولانا رو میشه گفت یک حکیم و شاعر افلاطونی و افلاطون معیار حرفش، یعنی مهمترین محور حرفش این است که این عالم سایه است، این واقعیت نیست.
این شدوه و حقیقت چیزی ماورای این سایه هاست. این و ایترنیتی و جاودانگی و ایمورتالیتی و جاودانگی روح و مرگ ناپذیری انسان، اینا محور اصلی حرفای افلاطونه. و وحدت وجود و حضور خداوند در کل کائنات، اینهاست که در عرفان ما هم هست، ولی اونها از فلوچین و از افلاطون و از پارمنیدس و از کسنوپانس از اینها گرفتن. ممکنه احتمالاً حرفای محی‌الدین و حرفهای ابن فارز مصری و بعضی از حکمای اسلامی هم به گوش اونها در اون زمان خورده باشه، ولی اونی که مستقیم روی شکسپیر اثر گذاشته و اندیشه های آب و رنگ عرفانی به حرفای شکسپیر داده و او را آورده تو مکتب افلاطون مثل مولانا. مولانا همه کتابای موجود زمان خودش خونده بوده، از جالینوس و افلاطون و ارسطو و همه اینا رو خونده بوده و کلن اهل مطالعه بوده. لغتای یونانی معلومه که با زبان یونانی هم بیگانه نبوده. یک قصید غزلی گفته درباره خروس که تمام لغتای، چون خروس قافیه زیادی نداره در چیز در فارسی، گفته که صبح دم از عشق دانی تا چه میگوید خروس، خیز و شب را زنده دار و روز روشن نست کوس. یعنی برو روزه بگیر، روز روشن شب قائم اللیل باش و شب هم روزه بگیر. بالها برهم زند یعنی دریقا خاجم، روزگار نازنین را میدهد بر آنموس. یعنی به باد میده، خاجه ما بالاش تکون میده که این ارباب ما داره روزگارش به باد میده. و همطور تا آخر آنترپوس یعنی انسان، نام او را تیر خانی، نام خود را آنترپوس. اون داره ذکر خدا میگه، تو نشستی قدار قافل، وقت به خودت میگه آدمیزاد، به اون میگی تیر، این تیره، منطق تیر. آشنا بوده مولانا. اما کسی که به شکسپیر این انوار معنویت و عرفانی رو رسونده، البته شکسپیر از درون خودش مدد گرفته، ولی آشنایی داشته از طریق یکی از بزرگان ایتالیا، از عرفای بزرگ ایتالیا به نام مارسیلیو فچینو که 100 سال پیش از شکسپیر در ایتالیا خیلی شهرت داشته، خیلی مورد احترام بوده و در واقع محور آکادمی بزرگ فلورانس که اونجا شخصیت‌های بزرگی در اون آکادمی پرورش پیدا کردن، نقاشان بزرگی در خدمت او رشد کردن، همه نقاشان مهم مثل آلبرت دورر، مثل میکلانج، مثل رافائل، مثل بوتیچلی، اینا همشون از این الهام گرفتن. بوتیچلی اون همه نقاشی‌های عرفانی رو با الهام از مارسیلیو فچینو که در 1433 به دنیا آمده و در 1499 یعنی حدود 60-70 سال قبل از شکسپیر فوت کرده، از او گرفته. و اون کتاب‌های زیادی، اولین کسی است که آثار افلاطون ترجمه کرد به زبان لاتین و رواج داد و بعد شروع کرد درباره آثار افلاطون شرح نوشتن. کتاب ضیافت افلاطون رو، یه کتابی داره به نام داموری یعنی از عشق، که اون شرح ضیافت افلاطونه و توضیح داده که این رساله کوچک افلاطون توضیح داده که چی میخواد بگه درباره عشق. اینه که در یک کتابی من توصیه میکنم عزیزانی که دنبال کتاب‌های خوب هستن، اینم جزو لیست کتاب‌هاشون قرار بدن که به نام Friend of Mankind، دوست بشریت. این درباره مارسیلیو فچینوس. البته مارسیلیو 12 جلد نامه های او چاپ شده که من متاسفانه 7 جلدش بیشتر ندارم، 12 جلد که افرادی ازش سوالات کردن در زمینه های گوناگون اخلاقی و عرفانی و دینی و اجتماعی و تئولوژی و تئوسوفی و همه اون معارفی که به خصوص معنوی که در اون زمان بوده ازش سوال کردن و او با نامه های 2 سطری، 3 سطری، 4 سطری جواب داده و لب به کلام رو گفته. این نامه ها مثل جواهرات میمونه که پخش شده توی این مجموعه 12 جلد.
و فوق‌العاده زیباست و این به دست شکسپیر رسیده بوده، نمونه کارهای مارسیلیو. و به همین جهت گاهی یک غزلی داره شکسپیر که کاملا معلومه این وحدت وجود، میگن آقا این وحدت وجود از کجا اومده اینجا، این اندیشه ها رو از کی گرفته. بعضی میگن آقا این حرفا به گوشش خورده بوده ولی خودش وحدت وجودی نبوده، همینطوری با این الفاظ بازی کرده، ولی اینطوری نیست، دقیقا میدونسته چی میخواد بگه. What substance art thou؟ تو چه جوهری هستی؟ خطاب به حقیقت مطلق داره میکنه. تو چه جوهری هستی که هزاران هزار سایه های shadows of marvelous shadows اینها از تو به وجود میان، این شدوها، ولی تو یه دونه بیشتر نیستی. عجیبه که یه دونه چی؟ یه دونه سایه داره، ولی تو هر سایه ای هم یه شکل دیگه است. میگن این خروس سایه اونه، این فیل سایه اونه، این درخت سایه اونه. این چه موجودیه که این همه سایه های میریاد میلیونز اند بیلیونز آف شادوز آن یو تند، خودشون رو در به تو آویختن، یعنی آویختشون سایه آویخته به اون صاحب حقیقته، اون بره محو میشه، خودش آویختن. اند او آرت وان، تو یه دونه هستی، این چه ماجرایی. بعد میگه اگر ما هلن رو بخوایم با کمال زیبایی توصیف بکنیم، یک تصویر ناقصی ناتمامی از گوشه ابروی تو کردیم. اگر آدونیس رو وصف بکنیم همینطور، اگر از شکوفه های بهاری صحبت کنیم، اگر از میوه های پاییزی صحبت کنیم، از برکات وجود تو صحبت کردیم و ما تو رو در تمام چهره ها میشناسیم، در هر چی که جمالی و کمالی هر جا که هست ما تو رو در اونجا میبینیم. دیده ای با هم خواهم به قول مولانا که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. تو رو میبینیم اما you like none none like you، هیچ کس شبیه تو نیست، هم شبیه هیچ کس نیستی. ولم یکن لهو کفن احد، به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند، به هیچ کس نماند. و یا اندیشه هایی که ناگهان این که طبیعت داره صحبت میکنه و میگه که اگر ما یه قدری از این قوغای عالم کثرت و اشتغال مسئله روزمرگی، این روزمرگی بزرگترین آلودگی بشریته، که عطار میگه جانم آلوده است از بیهودگی، یعنی همینطور ایام داره میاد میره، هیچ آلودگی بهتر از این نیست. جانم آلوده است از بیهودگی، من ندارم طاقت بیهودگی، طاقت آلودگی. این شکسپیر میگه که اگر exempt from public haunt، یه جایی داره بحث میکنه از این که اولا بلاها و سختیها خیلی برکات داره، خیلی هم خوبه. Are the uses blessed are the uses of adversity، خیلی با برکته. حالا من لغتشو تغییر دادم، این برکات ادورسیتی و بلا و سختی که تو به قول مولانا که تو خام مانی مگریز ای جان ز بلای جانان، که تو خام مانی چو بلا نباشد. The uses of adversity which like a toad، که مثل یک قورباغه مسموم زشت اما یه جواهری گذاشته رو چشمش، در پیش نگاه که میکنید دوتا چشم مثل جواهر گذاشته و زیباترین پند و اندرز رو داره به شما میده، اون ادورسیتی. بعد میگه که and this our life exempt from public haunt، و این زندگی ما اگر معاف بشه، ما بریم یه معافی بگیریم از این public haunt، از این رفت آمد روزمره و از این روزمرگی زندگی، زندگی حیوانی. که یه جای دیگه هم شکسپیر میگه آخه این اگر که آدمی زاد رو برای این خورد و خواب آفریدن، پس این عقل خدایگون، این عقل God like reason رو اینو گذاشته اینجا که بپوسه در وجود شما، هیچ مصرفش نکنین اینو. در حالی که این همه در قرآن میگه لقوم یعقلون، یعقلون نه اینایی که
عقل دارن، لایعقلون یعنی اونای عقل ندارن، یعنی عقلشون رو به کار نمیبرن، گذاشتن که چیز بشه تا پژمرده بشه و خیلی زیبایی ها رو میذارن پژمرده بشه و از بین بره، هیچ مصرفی نمیکنن. گلی را کو نبوید آدمی زاد، چونگام خزان آید برد باد. این exempt from public hunt، اگر ما معاف بشیم از این public hunt، اون وقت find tongues in trees، میبینی که درخت ها همه زبون پیدا میکنن. هر برگ درخت گفت، هر برگ و شکوفه آن قصون، دم به دم یا لعت قومی علمون. این مولانا که اینها find tongues in trees، البته یک ظرافت لفظی هم به کار برده که بهش میگن alliteration، یعنی اینا رو هم تراز کرده از نظر اول کلمه نه آخر کلمه. آخر کلمه اگه یکی باشه میگن قافیه، اگه اول کلمه باشه میگن alliteration. tongues in trees، books in the running brooks، و کتاب ها پیدا میکنید در همین جویبارها، پند و عبرت میگیرید. books in the running brooks، sermons in stones، و موعظه میشنوی از سنگ ها. and good in everything، و خوبی رو در همه چیزها میبینی. اندیشه های عرفانی شکسپیر به این چند تا کوتیشن این هم نیست که مثلا بگن آقا یه جایی اشاره کرده، نه، اصلا متن نمایشنامه هاش یک اثر عرفانیه، یک حرکتی است مثل دانته از قعر جهنم به بهشت. یعنی شما اگه خودتون رو بسپرید شما به شکسپیر، شما رو از زندگی روزمره که نمایشنامه های اولیه کمدی او هست، مثل همین Love's Labor Lost، تلاش بیهوده عشق، شما رو میاره در تراژدی عالم، اونجا صیقلتون میده در سختی ها و مشکلات، که اونجا ببینی که چه کارهایی، چه تراژدی هایی تولید میکنه. If A then B، شکسپیر تو هر تراژدی یه دیوی رو آورده روی سن که این دیو رو بهت معرفی میکنم، دیو رو بهت معرفی میکنم، دیو حسد اسمش، این آقا دیو تکبره، این آقا دیو کینه است، اینا رو حالا بهت نشون میدم، تو دو ساعت بفهمی که یه عمر غصه نخوری، دو ساعته بفهمی که این چه بلاهای سر آدمیزاد آورده تا حالا بدنم میاره. تا میرسه به نمایشنامه تمپست که واقعا رؤیای از بهشته، یعنی شما در اونجا رایحه و عطر بهشت رو استشمام میکنی، شما رو از قعر جهنم که مکبس باشه، که اونجا هیچ نوری نیست، هیچ فروغی نیست، حتی برق یه توبه ای نیست که در دل مکبس بیاد یا در دل اون همسر مکبس بیاد، تمام تاریکیه. به قول مرحوم صورتگر نوشته بود که اگر چراغی هست، چراغ جادوی پیرزنی است، و اگر برقی هست، برق خنجری است که تبهکاری داره فرود میاره. از اونجا که قعر جهنمه، از اونجا شما رو میاره میذاره در ویژن، در بهشت، که چشمت بیفته به اون حقیقت مطلق و اون ایترنیتی و دلت پر از شادی بشه. و تمام این برج‌های گردونسای و این همه عرشوت که بناها و خیالاتی که ما اینجا بر خودمون ساختیم، همه اینا رو محو میکنی و به اون یکی میرسی. حالا برای نمایشنامه شکسپیر رو یک، اینم باز من جزو کتاب‌های که توصیه می‌کنم دوستان بگیرن، کتاب شکسپیر in the light of sacred art، شکسپیر در پرتو هنر مقدس. این کتابم مارتین لینگز نوشته که اتفاقا مولانا شناس هم بوده، اسلام شناس هم هست، یک کتابی هم درباره پیغمبر اسلام نوشته، درباره تصوف هم کتاب‌های بسیار نوشته و موضوعات گوناگون مباحث تصوف اسلامی و عرفان اسلامی رو طرح کرده، و ضمناً شکسپیر شناس هم بوده. 10 تا از نمایشنامه‌های شکسپیر رو چیز کرده، شرح کرده، که ببینید در این نمایشنامه‌ها من یکی یکی راه بهشت رو به شما نشون میدم و راه توجیه to justify the ways of God، این کار شکسپیره، هر کسی نمیتونه این کار بکنه که بگه که خداوند کاراش درسته، هرچه آن خسرو کنه شیرین بود، این اینجوری بوده، اینجوری شده، این و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون.
اینا رو نشون میده به آدم ها در نمایشنامه هاش. و یک جایی شکسپیر به یک شبانی خطاب میکنه که میگه ای شبان به این جوان بگو که عشق چیست. اونم شروع میکنه توضیح دادن که میگه عشق تمام آه، تمام گریه است، بعد میگه تمام شادیه، بعد میگه تمام is all patience، تمام صبره، it's all impatience، تمام بی‌صبریه، تمام خدمته، تمام وظیفه است، تمام humilityه، تمام humbleness، تمام از این مقوله است، عشق از این مقوله است. بعد میگه when vexed اگر آزرده بشه، بحری است، دریایی است که nourished by the tears of lovers، که این دریا رو اشک عاشق تغذیه میکنه، پر میکنه. What else is love؟ دیگه چیه؟ خود سوال میکنه. It is a madness most discreet، یک جنون بی‌پروا، یک جنون تام و تمام. It's a madness most discreet، گفت عاشقم من بر فرم دیوانگی، مولانا سیرم از فرهنگ و از فرزانگی، یک جنون محصه. برای اینکه زندگی در کسانی که نگاهشون به زندگی روزمره است، هر که عاشقشون میگن به سرش داده، و همجهت عاشق هم خودشون به خودشون میگن مجنون. برای اینکه میگن این دیواین مدنس، اسم یکی از همین کتابه مارسیلیو پیچینو هیونلی مدنس یا دیواین مدنس، جنون الهی، که اون جنون الهی مافوق عقلها و درکها و فهم هاست. اینا یه جای دیگه شکسپیر میگه که the lunatic، یعنی دیوانه، lunatic یعنی کسی که ماه زده باشه، لون، the lunatic، the lover and the poet، این سه نفر نه یکی هستن در واقع، دیوانه و عاشق و شاعر. شاعر همون که هم دیوانه است هم عاشقه. بعد میگه که اینا is of imagination compact، اینا پر از خیال هستن، هزاران خیال در سر اینها هست، در سر شاعر. گفت مولانا که چون خیال تو در آید به دلم رقص کنان، چه خیالات دیگر نیز بر آید زمیان. سخنم مست و دلم مست و خیالات تو مست، همه در یک دیگر افتاده و در هم نگران. مستی اندر مستی، پر از خیاله، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. عاشق پر از خیاله، شاعر پر از خیاله. و بعد میگه این خیالات از کجا میاد؟ آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. The poet's eye in a fine frenzy، در یک جنون متعالی، نه این جنون پیش با افتاده، in a fine frenzy rolling، چشم عاشق داره میگرده در یک جنون متعالی. And thus takes a glance، یه نگاهی میکنه، from heaven to earth، from earth to heaven، از زمین تا آسمان و از آسمان تا زمین رو نگاه میکنه. بعد وقت از his imagination body's force، قوه خیالش، چیزایی که اصلا وجود نداره و هیچ کس نمیبینه، airy nothing، یعنی اونی که مثل هواس، هوا وجود داره، بیشتر از هر چیزی وجود داره ولی هیچ نیست، به نظر نمیاد که باشه، airy nothing رو براش اسم درست میکنه و میاره رو کاغذ. عاشق این کار میکنه. بنابراین من خط کنم آهسته آهسته به عشق، بازم از عشق بین این دوتا شاعر که هرچی گفتن از عشقه. حالا غیر از تعریف عشق، خواص عشق، خصوصیات عشق، در همه جا هم عشق یه چیزه. بعضی میگن آقا عشق مولانا، عشق نزد مولانا، عشق نزد سعدی، عشق نزد حافظ، اینا هیچ فرقی نمی کنه. توهماتی که مثلا میگن مولانا عشق رو اول اینجوری میدونه، بعدن اونجوری میدونه، اینا چون اطوار گوناگون داره، یه آدم اطواری ممکن آدم توی اطواری دیده باشه، یه اطواری ندیده باشه، اونها یه اطوارش دیدن، یه اطواری دیگه‌ش ندیدن، که اینم همون عشقه. شکسپیر باز میگه که if ever thou fall in love، اگر تو هرگز عاشق شدی، منو به یاد بیار، برای اینکه for as I am all lovers are، اونجوری که من هستم عاشق همشون همونجوره. میگه که من اگر یه روزی عاشق شدی به یاد من بیفت اون وقت. چرا؟ برای اینکه عاشقا چجوری هم مگه گفت این من هم چجوری اون من این من honesty than skittish in all motions، در همه حرکاتشون پریشان و آشفت و اینا، else in everything else، مگر save the picture of the creature that is beloved، مگر در چهره معشوق که دائما جلو چشمش.
خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. از خیال تو به هر سو که نظر می کردم در و دیوار پیش چشمم در و دیوار مجسم می شد. میگه که عاشق به هیچ چیزی توجه نداره، در همه چی آشفته است، این یادش میره، اون یادش میره، این نمیدونم به کلاش جا میذاره، هزار کار میکنه ولی اینو یادش نمیره. این یکی آن استیدن اسکتیش این اول موشنز، در همه حرکات الا در مسئله آن الا اینکه constant image of the creature that is beloved، مگر تصویر ثابت اون کسی که معشوق هست. بنابراین میگه که او میسترس ماین، این شعر رو براتون بخونم که بازم خوندم، او میسترس ماین where are you roaming، کجا داری میری معشوق من، او stay and hear your true love is coming، عاشق واقعی داری میری کجا داری میری تو. چون جمله معشوقان شکار عاشقان، درسته که عاشق عاشق اون معشوقه ولی اون معشوق هم پنهانی عاشق اینه، در به در دنبال این میگرده. بیدلان، مولانا میگه بیدلان بر دلبران فتنه به جان، وقتی دلبران بر بیدلان فتنه به جان، چون دلبر یعنی معشوق، بیدل یعنی عاشق، دلبران بر بیدلان فتنه به جان، جمله معشوقان شکار عاشقان. ظاهر این قضیه اینه که عاشق داره در بدر دنبال اون میگرده ولی معشوق هم داره دنبال این همه عاشق میگرده، اصلا حزم میکنه از عشق این عاشق، اصلا میگه خدا خودش از این فرشته ها که چیزی آبی گرم نمیشه اینا آدم آفرید، گفتش اینا عشق فرشته عشق نداند که چیز، قصه مخوان آدم رو خلق بکنه که سر صدایی بکنه هیاهوی بکنه، بالاخره یه عشقی از خودش نشون بده. ای بت من کجا میخرامی، اینو من ترجمه کردم متامل شکسپیر از در قافیه و اینها مثلثاته، یعنی سه تا سه تاست، دو تای اول با هم قافیه داره سومی، با دو تای اول با هم قافیه داره سومی با اون یکی قافیه داره. او میسترس ماین where are you roaming، او stay and hear your true love is coming، who can sing both high and low، عاشق که میتونه نغمه های بلند بخونه نغمه های کوتاه بخونه، عاشق و عشق میگوید به گوشم پست پس گاهی چیزای خیلی آهسته، صید بودن خوشتر از صیادی است. بعد میگه که تریپ نو فردر، دیگه نرو بیشتر از این رایت نکش، برو کجا میروی ای ساربان، آهسته ران کارام جانم میرود، تریپ نو فردر پریتی سویتینگ، جرنیز اند این لاورز میتینگ، یعنی عشاق وقتی به هم میرسن دیگه مسافرت تموم میشه دیگه. Journey's end in lovers meeting every wise man's son does know. بعد میگه what is love, it is not hereafter، مال با آینده نیست، هرچی هست عشق مال آینده نیست، مال الان. What is love, it is not hereafter, present mirth as present laughter، شادی الانه که میتونه الان به خنده بده و با شادی آینده که میتونی، who can، به قول شکسپیر میگه کیست که بتواند آتش بر کف دست نهد و خود را با خیال کوههای قفقاز، سرمای کوههای قفقاز خودش سرگرم بکنه، آتش کف دستش نمیتونه تحمل بکنه که، باید الان یه شادی برس، present mirth has present laughter، in delay there lies no plenty، در تأخیر آفت هاست، then come and kiss me sweet and 20، پس ای شیرین 20 ساله بیا و منو ببوس، youth is a stuff will not endure، یعنی جوانی یک ماده چیزی است که جوهری است که دوام زیادی پیدا نمی‌کنه. که اینو من 4 مصرعی ترجمه کردم، ای بت من کجا می‌خرامی، صبر کن اندکی تا بیایم، عاشق صادقم رخ مگردان، نغمه ها در مدیحت بخوانم، بیش از بعد از این راه هجران رها کن، ای نگارین شیرین و تناز، وصل عشاق ختم سفرهاست، عاقلان جمله دانن این راز، عشق کالای نقد جهان است، خنده کن تا دلت شادمان است، راز پرداز چشمت نهان است، در تأمل هزاران زیان است، پس بیا بوسه ده بر رخ من، ای نگارین بت 20 ساله، چون جوانی گلی بی دوام است، خیز و پر کن برایم پیاله. یه غزل دیگه داره که من ختم میکنم به این غزل از شکسپیر که
خیلی معروف غزل 118 است. البته تقریبا اکثر غزلیات 150 و چند غزل داره شکسپیر، سونت بهش میگن، سونات. سونات موسیقی هم قبلا همین غزل بوده، از اینجا گرفتن. بیشترش جب عشق. Shall I compare thee to a summer's day؟ تو رو میگه این معشوق من تو رو تشبیه بکنم به روز تابستانی، ولی دیگه غلط میکنم تشبیه بکنم. روز تابستان ازدار عیب داره، ازدار اشکال داره. اولا که باد میاد گاهی اوقات و بعد هم چشم آسمان گاهی تون میشه، آدمو آزار میده. علاوه بر این که summer's lease has too short a date، این اجاره 3 ماهه میان بلندت میکنن از اینجا، اینجا نمیذارن تو اینجایی که بمونی. که عشق اونیست که عشق آن باشد که کم نگردد، عشق آن زنده گزین کو باقی است. و از جمال جان فزایت ساقی است. Every fair from fair sometime declines، هر زیباروی یه روزی بالاخره زیباییش از دست میده، ولی تو تا ابد این جمالت جاودانه است. یه جای دیگه میگه که Let me not، این غزلی بود که 118 است، اون 18 است، این 116 است، ببخشید غزل 116 است. Let me not to the marriage of true minds that meet impediment، بیان سنگی نندازیم در سر راه دوتا عاشق که به راستی همدیگر دوست دارن، نگیم که یه ایمپدیمنتی وجود داره. چون تو عروسی ها معمولا وقتی میان تو کلیسا اعلام میکنه کشیش که کسی هست که ایمپدیمنتی قائل باشه، یکی بالا میشه چیزی میگینه، میگه Let me not to the marriage of true minds that meet impediment. Love is not love that alters when alterations find، اون عشقی که با تغییرات تغییر میکنه عشق نیست، خود چاق میشه، خود لاغر میشه. میگفتن که الان تو کلیساها میگن ما در چاقی، در فقر و ثروت، در بیماری و سلامت، حالا گفتن اخیرا اضافه کردن در چاقی و لاغری به هم وفادار میمونن، یعنی یه مرتبه خود چاق بشه دیگه چیز میشه. گفتش که love is not love that alters when alteration finds، با تغییرات تغییر نمیکنه. مولانا به پسرش گفت فرزندم همه عمر با وی آنچنان باش که امشب، امشب شب عروسیته، چقدر نازش میخری، چقدر عزیزه برای اینا، همه عمر همینجوری باشه، تغییر نکنه این ماجرا. That alters when alterations find or is moved with the remover، و با یه عاملی که بتونی این حرکتش بده فورا حرکت میکنه. بلکه it is a fixed point، یک نوع مثل چیز دریایی، فانوس دریایی که اون تکون نمیخوره، دریا طوفانی شده ولی کشتی ها میتونن یک سره به اون نگاه بکنن. That looks on the tempest and shakes not، نگاه به طوفان میکنه ولی هیچ تکون نمیخوره. It's a star to every wandering bark، یه ستاره است، ستاره قطبی، که اگرچه که قدر رفیع اون ستاره رو کسی نمیدونه، قدر عشق رو کسی نمیدونه، ولی برقرار هدایت میکنه شما رو. اگر ما به جوهر عشق هم نرسیم و تا قیامت هم نتونیم عشق رو تعریف کنیم، ولی هدایت هم میکنه ما رو. آسمان در آسمان هست، شما نمیرسی به او، ولی از طریق او به همه آرزوهات و به ساحل امید میرسی. It's a star to every wandering bark. بعد میگه که عشق زیر داس زمان و روزها و هفته ها نمیاد، عشق از تمام این مرزها میگذره. Even to the edge of doom، تا پایان ابد، تا پایان قیامت و حشر و نشر و اینها عشق ادامه پیدا میکنه. بعد میگه اگر این سخن راست نبود و یک کسی اینو بر من نشون میداد که این درست نیست، نه من یه قلم کاغذ رو کاغذ میذاشتم و نه هیچ کسی عاشق میشد. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقد که گفتی که شنودی. خیلی حرفای دیگه میخواستم براتون بزنم درباره موسیقی، چقدر حرفا اینا قشنگه با هم دیگه، که دقیقاً همونی که مولانا گفته که این ما همه اولاد آدم بوده ایم، در بهشت و نغمه ها بشنوده ایم. لیک بر ما ریخت آب و گل شکی، گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمون آید از آنها اندکی. شکسپیر آخر نمایشنامه تاجر ونیزی به اون جسیکا میگه که نگاه کن، بشین اینجا با آسمان نگاه کن، ببین که چقدر اینو خداوند قطعات طلا رو وسط این کار گذاشته، نگین گذاشته اینها. بعد میگه که هر ستاره که داره رد میشه یک آواز خونه و داره بهترین آواز رو، زن انجل سینگینگ، یک فرشته است که داره آواز میخونه، ولی ما به علت چی نمیشنویم؟ به علت this muddy vesture of decay، به خاطر این جلیقه، این جامعه گلالود سنگ و فروخت که پوشیدیم، به این دلیل نمیتونیم اون صداها رو بشنویم، وگرنه این ستاها همیشه از ابدیت
به گوش میرسه. خیلی حرفای این دو شاعر و نویسنده به هم نزدیکه و در هر موضوعی در ریاکاری بهترین حرفا رو هم مولانا زده. شکسپیر گفته که بیایم let's put step forward and whip hypocrisy، قدم تو بذار جلو و یه شلاقی به این هیپوکریسی بزن. یه جای دیگه خیلی حرفای بدی گفته راجع به هیپوکریسی و ریاکاری. مولانا هم که اصلا گفت پیغمبر به یه صاحب ریا سل انکل لم تو سل یا فتا، یه کسی که نماز خونده بود اومد گفتن نماز خوندی؟ گفت بله. گفتن نخوندی؟ گفت چرا؟ گفت ریاکاری کردی، ریاکاری کردی نماز نخوندی، روزت هم نگرفتی، حجت هم نرفتی، اینا تظاهر کردی، وقت فروشی کردی. و اینا رو هر دوی اینها به قدری رو این صفات که برحذر داشتن با بهترین کلمات، حتی مولانا راجع به این شراب انگوری که میگه که این باده شیطان، فهم تو چون باده شیطان بود، کی تو را فهم می رحمان بود، خواسته آن باده که از خم نویست. شکسپیر در اوتلو گفته که یکی از بهترین تمثیلات راجع به شراب گفته که هیچ عاقلی رو شما سراغ دارین که قلاب بگیره و از پنجره دهانش به یک نفر بفرسته تو خونه شون بگه برو طبقه بالا یک گوهر عقل من دارم بدوز بر دورو، هیچ کس همچی کاری میکنه؟ خیلی سخنان بدی در همه این زمینه ها. در شایعه شکسپیر گفته که شایعه شیپوریست که از هوای از لبهای زن و گمان، معمولا شایعه سازو زن و گمان فکر میکنم اینجوریه، از لبهای زن و گمان و هوای حرص و حسادت در آن میدمن و پرده های آن چندان سهل است، اینقدر هم ساده است که هر ابلهی میتونه فوت بکنه. یعنی ساس که نیست بخوام بزنن که، یه شیپور رو بدن بگه آقا شما فوت کن، فوت میکنه میزنه، هر ابلهی میتونه این کار بکنه. یعنی یه کار مهمی نیست، شاهکاری نیست شایعه را انداختن و حرف بد دنبال مردم زدن و اینا، اصلا چیز خوبی نیست. اینقدر حرفای قشنگ کوتیشنه، یعنی همونطور که مولانا تقریبا همش کوتیشنه، شکسپیر هم من یک کتابی دیدم به قطر کلیات شکسپیر که نوشته بود کوتیشن فرام شکسپیر، یعنی هر چی که گفته نقل قول میشه یه جایی برای یه موضوعی اینو مصرفش کرد. من خط کنم چند بیتی که زهی عشق از مولانا، زهی عشق که ما راست خدایا، چه خوب است و چه نقض است و چه زیباست خدا را، از آن آب حیات است، یعنی عشق از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم، نه از کف و نه از دف و نه سرناست خدایا، یقین گشت که آن شاه در این عرس نهان است. معلومش که عروسی اینجا، این آسمان نگاه کنید رفت آمد داره، شلوغ هست، مشعلو چیز دارن میبرن، معلومش که امشب عروسی، اولا عروسی، بعدن هم اون پادشاه اینجا هست، اون بادشاه که معشوق ماست، اون یوسف رو. یقین گشت که آن شاه در این عرس نهان است که اسباب شکرریز مهیاست خدایا، که تمام شکلات و انواع باقلوا و اینا درست کردن، پخش کردن اینا. تا آخرش که میگه که خموشید خموشید که تا فاش نگردید، ولی سرسودش در نیارین، چون همه مردم نمیتونن معنی عشق و اون احوال عاشق رو نمیتونن درک کنن. خموشید خموشید که تا فاش نگردید، که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا. و سلام.